از حسینیه ارشاد تا باغ سفارت انگلیس در قلهک. در ماه‌های گذشته حوادثی در ایران رخ داد که مقولات دیرین آزادی و دموکراسی را که در سرزمین ما عمری تقریباً 100 ساله دارند، از عرصه بحث‌های صاحب نظران و روزنامه‌ها به خانه‌ها و خیابان‌ها، پارک‌ها، تاکسی‌ها و البته به مجله معمار و طبعاً در زمینه کار خود ما یعنی معماری به ساختمان و شهر کشاند. ساختمان و شهر ظرف زندگی‌اند، اما برخلاف همه ظرف‌ها که به مظروف خود شکل می‌دهند، در اینجا این مظروف است که به ظرف شکل می‌دهد. و با چنان سرعت و ظرافتی شگفت‌انگیز اما نامحسوس این کار را انجام می‌دهد که انگار ظرف نه از بتن و آهن و سنگ بلکه یاخته‌ای نرم‌تن است که تکثیر می‌شود، زاد و ولد می‌کند، تکه تکه می‌شود و هر دم به شکل و رنگی در می‌آید. مثل جلبک‌هایی که در آب تکثیر می‌شوند و می‌توانند دریایی را بخوش کنند. مثل کشند قرمز آب‌های خلیج فارس که دریا را سرمه‌ای کرده است. این ظرف در سرزمینی که از دیرباز ساکنانش را از آفت دروغ پرهیز داده اند، راستگو و فاشگوست. از دم خروس و کوهان شتر بزرگتر است. بنابراین نمیتوان در هزار توی بحث‌ها و خیالات عرفانی و غیر عرفانی پنهانش کرد. آبرو میبرد و البته اگر کسی بخواهد دریچه‌ای را در ذهن خود بکشاید، بدیهیاتی را به یادش میآورد. چیزهایی را چون چاله‌های خیابان‌های شهرهای ما که اگر زیر پای ما را نگاه نکنیم سر می‌شکنند. و ظرف زندگی امروز ما چنانچه به درستی بدان بنگریم رازی را برملا می‌کند، اینکه ایران ما از زمره آزادترین‌ها و مردم سالارترین‌ها در جهان است و برعکس آنهایی که مدعی آزادی و دموکراسی‌اند بدترین نوع دیکتاتوری‌ها در جهانند. و این یک ادعا نیست، میتوان اثباتش کرد. میتوان با قدم زدن در یک تکه از شهر، مثلا در همین خیابان شریعتی، در فاصله میان حسینیه ارشاد و باغ سفارت انگلیس در قلهک و مقایسه آن با وضعیتی که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک برقرار است اثباتش کرد. برای جلوگیری از خلط مبحث‌های ناشی از دستمالی شدن کلمات رایج که مثل سکه‌های از جلا افتاده سیاه شده‌اند، شاید بهتر باشد کلمات تازه‌ای مانند دموکراتوری و دیکتاموکراسی را جایگزین کرد که کوین کلی، فیلسوف و سایبرنتیست با آنها اشاره کرده است. و اما ادله ما در همین یک تکه که شاید فقط کمی بیش از 3 کیلومتر باشد، علاوه بر ردیف واحدهای تجاری کوچک از بقالی و سوپر و فروشگاه زنجیره‌ای گرفته تا نانوایی، قنادی، ساندویچ فروشی، معاملات ملکی، فوتوکپی، میوه فروشی، کلیدسازی، لوستر فروشی، فروشگاه لوازم صوتی، فروشگاه لوازم خانگی، لوازم التحریر، وسایل ورزشی، مبلمان، کتاب فروشی، مانتو سرا، بوتیک، پرده فروشی، اتوشویی، فروشگاه مصالح ساختمانی، رنگ فروشی، داروخانه، آژانس گردشگری، حتی مغازه خونچه عقد تا بانک و دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق و دفاتر وکالت و مطب دکتر و البته کیوسک های روزنامه فروشی و ایستگاه های اتوبوس، پلیس به علاوه 10، پایگاه مقاومت بسیج، صندوق قرض الحسنه، واحدهای تجاری میان اندازه و بزرگ از جمله آموزشگاه زبان، کامپیوتر، خیاطی، آرایش، کنکور، کلینیک پزشکی و دندان پزشکی، مرکز مشاوره روان پزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژی، ساختمان‌های پزشکان بیشمار از خیلی بزرگ تا بزرگ، چند بیمارستان از جمله بیمارستان ایران مهر، بیمارستان تخصصی کیان، مراکز آموزشی از جمله دانشکده پرستاری و مامایی، مدرسه راهنمایی،
دبیرستان و دبستان و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه و پسرانه، رستوران ها، پاساژ های بزرگ خرید از جمله مرکز خرید بزرگ مینا، ساختمان اداری تجاری نگین، ساختمان اداری تجاری آسپی قلهک، مرکز خرید قلهک برندز، سینما فرهنگ و مسجد جامع قلهک. تمامی اینها چنان جا خوش کردند که هیچ زور و دیکتاتوری بالای سرشان نیست. اینها حتی به خودشان زحمت نمی دهند برای اتومبیل های کارمندانشان پارکینگ تأمین کنند، چه برسد به مشتریان. بنابراین در کمال آزادی، بیان که یک ریال سرمایه گذاری کنند، در بهره برداری از خیابان و املاک عمومی شریک شدند. البته واحدهای تجاری کوچکتر هم از این خانه گسترده آزادی بی نصیب نماندند. کاملا خودمانی بساطشان را در پیاده‌روها گستردند. در همین یک تکه، غیر از حسینیه ارشاد که در حال توسعه کتابخانه خود است، سه کارگاه ساختمانی خیلی بزرگ مترو وجود دارند و حدود 10 عملیات ساختمانی فاضلاب در کنار خیابان‌ها در حال انجام و 5 ساختمان خیلی بزرگ تجاری اداری در دست احداث است. همه اینها آزادانه از پیاده‌روها و خیابان‌ها برای انبار مصالح و تجهیزات، حتی اتراق کارگرانشان استفاده می‌کنند و هیچ قانونی سقف زمانی برای پایان کارشان تعیین نمی کند و مجبورشان نمی کند آنطور که در کشورهای دیکتاتوری الزامی است مسیرهای رفت و آمد عمومی را تأمین کنند و پوشش‌های امن و زیبا برای عملیات نازیبا و خطرناکشان در نظر بگیرند. در همین یک تکه از نظر بصری هم بساط چشم نواز و روح بخش آزادی گسترده است. ساختمان‌های کوتاه و بلند، رنگ و وارنگ، جلو و عقب، با تابلوهای کوچک و بزرگ، پارچه‌ای و نئونی، همه در نهایت صلح و صفا کنار هم قرار گرفتند. اینجا یک ساختمان دو نبش متعلق به مدرسه راهنمایی دخترانه کیمیای علم است. نمای این ساختمان شاهکار خلاقیتی است که با هیچ مانعی از طرف قانون روبرو نبوده و از هیچ گونه معیار و استانداردی پیروی نکرده و آزادانه فوران کرده است. شهامت مدیران مدرسه برای سفارش کار به هنرمندی که به نظر می رسد از شاگردان نوجوان خود مدرسه باشد جای تقدیر دارد. مدرسه سر کوچه‌ای قرار دارد که ته آن حاصل فوران آزادانه خلاقیت دیگری است در قالب پاساژ میرداماد که به طرز شگفت‌انگیزی روی مسیل خیابان ساخته شده. و بگذریم از آزادی تقریباً بی حد و حصر و مردم سالارانه برای پارک اتومبیل در هر گوشه خیابان که البته هنوز مثل کوچه ها به پیاده روها تسری داده نشده و آزادی رفت و آمد پیاده از هر جای خیابان و بسیاری دیگر از آزادی هایی که ذکر همه آنها مثنوی 70 من می شود. و عمرن اگر در کشورهای مدعی آزادی این کارها و کارهای خیلی بیشتر که ما می توانیم انجام دهیم ممکن باشد.